این معادله درجه دو رو میخواییم به روش فرمول کلی که همون دلتا هستش هم میکنیم. فرمول دلتا چی میشه؟ میشه بی دو منهای چهار آس. خیلی ممنون. میدونم منهای چهار آس. آه یوسی رو مشخص کن داخل معادله. خب اینه بیه. چی بیه؟ این پیس بیه. آه نه دریبه ایس بیه. درست بود درست صحبه شدیم درست درست اشتباه بود نه ایس نه خب حالا تو من نگاه کن آ چیه؟ آ ایکسه؟ آ ایکسه به دوام دو آ ضریب x به توان دو یعنی اون چیزی که x به توان دو ضرب شده یعنی چی؟ یعنی میشه یه یک x رو نمی نویسیم خب b چیه؟ b هم چیه؟ هم x ضریب x میشه g همیشه هم یک؟ نه منفی اگه نداره باشه منفیه بچه ها یه لحظه توجه کنید یه لحظه خنده اون زفتارا برای چی یه لحظه توجه کنید من دارم میگم معادله درجه دو آ ایکس دو بین ایکس برای ریسیه آ ضرب داره ایکس دو آ ضریب ایکس دوه الان ایکس دو آ نیست این یکه آه ایکس ب نیست این منفی یکه بیه درست شد؟ نه حالا جای گذاری کن دلتا چی میشه؟ صافتشون نزید کنم اگه زایه ای نزید یک بله این هم که میشه همون چهار یک منهای چهار نه منفی مصبت خب یه منها هم داره پشت چهار منفی است دلتا چی شد؟ دلتا میشه مساویه ایکس نه خب سه شد دیگه اینو منفی سه من چرا منفی رو میخوری؟ دلتا شده؟ منفی سه دلتا؟ منفی کوچکتر از صفره پس معادله ریشه؟ نداره دو با میرم منفی دو ایکس دو به علاوه ای به علاوه سه مساوی سه اول اوبیوسی رو مشخص کن Hello. How do you know?
اون برای چی تمام دو داری؟ چهار آخه اینجا من خودت نگفت که منفی دو آه آه فقط منفی دو میگه دوباره اینم ریشه من داشت چرا داره؟ این داره چهار دو تو مصبت هم نه بیست و چهار یک همون اول داریم یک من چرا میگم؟ بابا یه دو حرف بزنی یکی نه اول داریم بنویسه خب منفی در منفی مصبت چه بره بره بیست و چهار داشتم می نوشم داشتم می گفتم بیست و سه می دونم تو داشتم خب حالا فرمول x چی میشه؟ ریشه چی میشه؟ دلتا نگه، دلتا تموم شد دلتا شد و ریشه تموم x چی میشه؟ x مساویه با منفی به اضافه و منهای رادیکال دلتا به روی تا جای گذاری کن الان این ریشه مندی که به دست میاریم همون رادیکال دلتا نه خود دیگه میخواست رادیکالش میشه پنج عددشو بذار دیگه ریحانه خود پنج پنج بیست و پنج مگه نمیشه رادیکال بیست و مگه نمیشه پنج بیست و چهار میشه یک هم داره یک هم داره به روی دو آ چیه؟ آ یه ایکس چیه؟ آ چیه؟ آه منفی دو منفی دو منفی چه؟ خب بینم که زرد چه میشه منفی چه؟ بله یه بار با به اضافه یه بار با منها میریم یک و پنج میشه شیش به روی منفی چهار میشه منفی شیش چهارم و خب یه بار با منها بریم یک منهای چهار یک منهای پنج منفی چهار به روی منفی چهار خب ایچ عدد چه بارم؟ منفی میشه منفی یک نه بابا یک در میاد یا مصبته منفی در منفی مگه نمیشه مصبت خب خوش نده دیگه خودتا منفی یک و منفی چهار آخر مصبت یک شو نه منفی منفی بابا منفی دو تا منفی دارم چه مصبت بچه ها یه بار با مصبت مصبت به اصلاوی پنج میشه شیش به روی منفی چهار میشه منفی شش چهار مصبت یک دارم میگم دیگه یه بارم با منها یک منهای پنج میشه منفی چهار دو ضرب در منفی دو هم میشه منفی چهار منفی چهار به روی منفی چهار میشه یک حالا مشکل چیه؟ نه مشکل اینجاست که تو دارم با ایشون صحبت من مگه بی نبا منفی بذاریم منفی بی دیگه بی چیه؟ یکه یک منفی چه منفی یک دیگه منفی بی راست میگه منفی رو جا انداخت بگیرم من فیه بی به خاطر همه منم منفیه خب شما اینو می‌خواستین درست کنه ما داشتیم جواب اینو به دست می آوردیم من فیه بی به اضافه خب اگه من فیه بی من فیه من فیشو جا انداخته چهار بی یک من فیه بی میشه من فیه من فیه به اضافه من هر رو دیگه من با مثبت بریم میشه مثبت چهار به روی منفی چهار میشه منفی یک با منفی بریم میشه منفی شیش به روی منفی چهار میشه شیش چهار یا همون سه دوم میشه دقت کنید پس معادله دو تا ریشه داره یه دونه منفی یک یه دونه سه دوم درسته؟ خوب باید
ریشه داریم. خب هدیه هم بذاره خوب آیه به فاطمه داریم؟ نه مریم طالبی نایماده؟ فاطمه رحیمی داری؟ نه فاطمه رحیمی داری فاطمه رحیمی داری راست میگه راست میگه فاطمه راست میگه هیچی دارم یه اسم رو مرور می کنم بیدارم خاکی کنم شما داره جواب طلبی هم که توی نرگس دیگه نرگس میگه برم جعفر تو فامیلی چیه؟ جعفر آقا بیگم نرگس هم جعفر تو خیلی هم فدیس هایی؟ نه تو خوشبختم خوشراب دیدار مرزان دوست امسال آشنا نه اصلا اون مرحله دوستی نداشتیم کلا ندیدیم هم خوش میگذره خوش گذشته من افتضاح نمرات درم حضور درم شما تو هر نگاه مشکل دارم اصلا بس مشکل بله آقا ساعت چند؟ جوانم من دو ساعت بیرو با تختم اون دیگه چی شده؟ خب دلتا شده سه من دیه ده به اضافه من هایی رادی کن دلتا بریه دو گرام کن دلتا صفر میشه مفتی دی بریه دو این شماره مفتی چهار دلتی دو تا در مفتی یک چی مشکل؟ یه بایی خودت نزید همینه دیگه گفته من فیلی برای دعا درسته یا نه؟ یه دلتار نوشته خب اوکی صفر مگه نیست درسته دیگه بنویسی یا ننویسی مگه فرق داره همین من فیلی برای دعا یه چیز دیگه نوشته وای از کجا آورده نه درست راست کتاب همینه این صفر صفر گرفته اینو ننوشته منفی بی به روی دو منفی بی منفی چهار آن که منفی یک که میشه چهار دو منفی چهار دو بوم که میشه دو کدوم هایی نیستی؟ نزده ما نمیده شدیم بچه ها؟ یه روش دیگه هم داریم؟ یه سوال مثلا اگه توی مثلا هم سوال قبلی که من حل کردم جای اون مثبت یک ایکسه منفی بود چی؟ بازم باید منفی یک هم میداشتی؟ کجا؟ بله اگه توی اون چیز منفی ایکس بود این میشون منفی منفی خب میشون مثبت فنم چرا واسه پس؟ زهرا حواست هست؟ بله دیگه چه نادیه نمیشی میگم؟ بازگشتم بسید همین نگاهت کجا میداره؟ آقا تخته بچه آمد اینجوری میشینی؟ آقا تقصیره صندلی یه جوری تو خودتو رو خود نمداد اینجوری بشینی؟ خب اون بعد بزن کیفه جا کیفه شده میذارم خب خب این بریش رو دیدم
خواهش میکنم. خب بچه همه روشی داریم به نام روش مربع کامل. اجازه بگیم خب مربع کامل ما میدونیم مربع کامل چیه؟ مثلا x به علاوه یک به توان دو مربع کامل دیاغرم برای یه چیز به توان دو رسیده بگیم اینو بخوام بازش کنم چی میشه؟ x دو دو x دو یک راحت باش خمیازه بکش از این دهن دستی از ماست کن بالا از ماست کن ماست کنونی مده دستی باید یه چی نیستم شما میگید من ننیستم من ننیستم من ننیستم من ننیستم چی بنیستم هم زمان یه سوال مصبت دوره کجا آقا؟ دوره رو بر اولی دوره این همه جمعه دوره بر جمعه آخه شبیم آم بزنید چه اتاقه اتحاد مربع مجموعه رو جمله آ دو دو بی بی دو این قبلن گفت نه اینو میدونم من شبیم مزدوش اشتراکه این دومه بچه چه خبر اونجا چی شده؟ مشکل چیه؟ همه سرشون پایینه خب این مربع کامله به شما اینو میدم مثلا x2 به علاوه 6x به علاوه 9 میگن ریشه های این معادله رو به دست بیارید. ریشه یعنی چی؟ یعنی مساوی 3. این خودش چیه؟ مربع کامل یعنی هست x2 x به علاوه 3 به توان 2. درسته؟ ریشه میخواییم x به علاوه 3 به توان 2 مساوی با 3 x میشه منفی 3 درسته؟ این میشه روش حل این معادله به روش مربع کامل. حالا فرض کنیم که نخواهد نمیشه دلتا را؟ میشه اگه روش مربع کامل رو به دلتا برای همه جواب میده میشه. حالا به ما گفته اینو با مربع کامل حل کنیم. حالا میاد به ما میده x2 به علاوه 6x به علاوه 5 میگه اینو به روش مربع کامل حلش کن. این که مربع کامل نیست چه کارش کنم؟ دلتا نه دیگه گفته به روش مربع کامل دلتا نرو یعنی دلتا نرو یعنی فقط روش مربع کامل پیر به پیغمبر گفته مربع خوب من اگر بخوام یه مربع کامل از این تولید کنم اولی به توان دوشو داره دو برابر اولی در دومیشو داره به جای نهی که لازم دارم چی داره؟ پنج چند بکم دارم؟ چهار یه چهار اضافه خب من نمیتونم جیبم یه چهار رو بذارم بسرم یه چهار نه خیلی یه چهارم کم میکنم که بعدا به اون بره چرا؟ اگه فرصت بدیم میگم همه سعی میکنن کامنت بدن اوکی یه لحظه سکوت کنید بعد کامنت بدیم اولی به توان دو رو دارم دو برابر اولی در دو همی رم دارم اگر بخواد مربع کامل شه نه میخوام ازش پنج داره چپ کم داره تا نوشه چهار تا من نمیتونم همجوری یه چهار دارم بندازم اینجا که یه بار به اضافه چهار میکنم یه بار منهای چهار چرا؟ که تأثیراتی که روش گذاشتم صفر باشه خیر علامت زرد میبینی؟ نمیگی یه بار مستشم به اضافه یه چهار منهای چهار اگه یه عددی داشته باشی یه بار چهار دو بشه اضافه کنی یه بار چهار دردش برداری تغییر میکنه خب اینو نگاه کنیم شد x2 به علاوه 6x به علاوه 9 مربع کاملی که میخواستم تولید شد منهای 4 حالا این چی میشه؟ x به علاوه 3 به توان 2 منهای 4 اولی به توان 2 دو برابر اولی در دومی دومی به توان 2 منهای 4 هم دارم که خود اینو بسازم درسته؟ چی میخواد آدم؟ ریشه ریشه به روش مربع کامل پس مساوی با 3
ایکس به علاوه 3 به توان 2 شده 4. کی به توان 2 میشه 4؟ دو یا؟ من. پس ایکس به علاوه 3 2 یا ایکس به علاوه 3 منفی 2. از اینجا ایکس در میاد منفی 1، از اینجا ایکس در میاد منفی 5. دو دقیقه هیچ کسی چی نگه، بنویسید و خودتون یاد ببینید چی کار کردم، بعد سوال بپرسید. به خودتون دو دقیقه فرصت فکر کردم ببینید. مربع کامل. من یه سوال دارم. من آخرش که جواب دست آوردم یه چیزی به توان دو شده 4 یا مثبت 2 یا منفی 2. x به علاوه 3 مساوی مثبت 2. 3 رو میفرستیم و برمیشه منفی 3، مثبت 2 و منفی 3 میشه منفی 1. x به علاوه 3 منفی 2. 3 رو میفرستیم و برمیشه منفی 3. منفی 3 با منفی 2 میشه منفی 2. مشکلش کجا؟ دیگه؟ از راه دیگه نمیشه پس مطابقه شده؟ این خیال دیگه، چجوری بگیم اینا؟ چه راهی دوست داری؟ ایکس؟ بگو یه چیزی به علاوه 3 شده 5. چی به علاوه 3 میشه 5؟ 2. یه چیزی به علاوه 5 نشده اصلا 2 شده. بگو یه چیزی به علاوه 3 شده 2. کی به علاوه 3 میشه 2؟ کم شده، پس یه دونه از 3 برداشتیم که شده 2. راحت ترین راه توی این تساوی ها اینه که عددی که این برای رو بفرستیم و علامتش بشه منفی. باید طبق اون فرموله اینا رو به دست بیاریم؟ طبق اون فرموله همین ایگه مطابقه ایگه طبق فرمول مربع کامل باید اینها اینجا داریش، من قبلش نوشته بودم. ما باید ببینید چی بوده که دو برابرش و در ایکس شده 6 ایکس. خودش میگه مربع کامل میده، روشو میگه بر دیگه. خب این معادله به ما میده ایکس دویه منهایه 8 ایکس به علاوه 13. دیگه اینو به روش معادل مربع کامل ریشه هاشو به دست بیاریم. چی کار کنیم؟ بچه ها دیگه حواستون باشه x2 منهای 8 x به علاوه 13 به روش مربع کامل چه کنیم؟
روش مربع کامل سرعت جمع در آخرشون زب اولی به توان دو ایکس دو بوده یعنی اولی ایکس منهای هش ایکس پس منهای یه چیزی به توان دو بوده درسته؟ سیزده رو بری میکنیم دو برابر اولی که ایکس در دومی که نمیدونیم چیه شده هش سیزده رو منهای چهار سیزده رو چهار هم بری کن عدد دوممون چی بوده؟ چهار بوده که این میشه x2 منهای 8x به علاوه 16 درسته؟ بله ما 16 میخواییم 13 داریم x2 منهای 8x به علاوه 13 به علاوه 16 میخواییم 13 داریم چند تا کم داره؟ به علاوه 3 که شد میشه x منهای میشه x2 منهای 8x به علاوه 16 منهای 3 بعد میشه x منهای 4 به توان 2 منهای 3 درسته یا نه؟ نداریم که 13 داریم میخواییم بشه 16 پس یه 3 اضافه میکنیم حالا که اضافه کردیم باید کم هم کنیم که تأثیری نذاشته خب این چیه دیگه؟ اون مثلا قبلی که تو زنده ادامهش این بوده ریشه میخواییم مساویه صفر خوده این باشی شالگرده رو برده نگاه میکنم بخواه بخواه نگاه میکردم یه چیزی به عزیزم من تشخیص نمیدم نگاهتون برای یعنی چونه هم میزن یه چیزی به قبلی منهای سه شده سه پس ایکس منهای چهار به توان دو میشه سه کی به توان دو میشه سه؟ جواب من یک و نیم جواب نداره؟ کی به توان دو میشه سه؟ پیش کاری کن سه خودش دیگه شیش و دیگه کی به توان دو میشه سه؟ رادی کار سه سه به توان دو پس ایکس منهای چهار یا رادیکال سه یا منفی رادیکال سه چهار هم میفرستیم اون بر پس ایکس یا چهار به علاوه رادیکال سه یا چهار منهای رادیکال معادله دو تا جواب داره من اصلا این نفهمیدم اصلا چرا وجود برداشتیم خب چرا خودمون 16 رو چون میخوایم به روش مربع کامل حل کنیم 13 تا داریم 3 تا کم داره تا بشه 16 ما میخوایم یه 16 تولید کنیم چه گفتم بالایی باید پایینی رو دست بیاریم من کلا نه حالا یه دوستش استاد یه چیزی چه گفتم تو یه دست من گفتم باید طبق اون بالایی که به امون میده باید پایینی رو به دست بیاریم همیشه برای اینکه دو سو به دست بیاریم یه بار مثلا رادی پرسه میرفتیم یه بار منفی رادی پرسه همیشه مصبر رو من شروع کن از اولش چی گفته به همون؟ سوال چی گفته؟ گفته رو مربع کن یا با روش مربع کامل ریشه های این معادله رو میخواییم به دست بیاریم یعنی ایکس های رو میخواییم که به ازای اونا ایگرگ میشه سه خب یه نگاه میکنیم خودش مربع کامل نیست حواست هست که بری این رو نگاه میکنیم ایکس های رو میخواییم که به ازای اونا ایگرگ میشه سه یه فش نگاه میکنیم نه مربع کامل رو نه کار دیگه میتونیم بکنیم چون روش به همون گفته خب حالا شما بفرمایید خب چی کارت دارم؟ یه لحظه فکر میکنیم من حل میکنیم ببینم اون برو نه دست پار بذارم آره نه هم تازی نه تازی که اوکی عدایی که بسنه ها درمیه خب حالا بفرمایید یه ایکس دو داریم یه منفی هش ایکس یه مثبت سیزده چی کار کنیم؟
خب بچه ها هش ایکس رو میخواییم ببینیم چجوری تولید شده. تو مربع کامل دو برابر اولی در دومی بله دو برابر آز در بی شده هش ایکس. پس آ چی؟ آ که ایکس بی چی بوده؟ چهار بوده. من های هش ایکس پس ایکس من های چهار. خب ادامه ده. اینو بازش کردیم. بله. شد منفی 8 x به علاوه 16 x2 منهای 8 x به علاوه 16. بله. بله خب ما اینجا 13 داشتیم. بله. بعد اومدید به خاطر همین یه دونه به علاوه 3 کردید. بعد چون تغییرات ما رو انسا کنه بدارم منهای 3 گذاشتیم. دقیقا ما 16 میخواییم 13 داریم، 3 تا کم داریم، یه به علاوه 3 میکنیم 16 تولید شه. چون باید تغییراتی که میدیم اتفاقی نیفته، یعنی هیچ تغییری نداشته باشیم، به علاوه سه کردن منهای سه هم میخوانم. خب حالا 13 با 3 میشه 16، همون چیزی که میخواییم تولید میشه. چی میشه؟ ادامه بابا دو خط رد نکن، الان فعلا اونجا آره الان اونجا منهای سه. خب نه سیزده رو فعلا به علاوه سه میکنیم تا 16 بشه. شد x2 منهای 8 x به علاوه 16 یه منهای سه هم بشه. ادامه بده. خب دیگه بعد میایم چیزش میکنیم مربعش رو میگیریم به صورت مربع دو جمله مینویسیم. یه منهای سه میزنیم چون ریشهش رو میخوایم مساوی صفر میذاریم. از اینجا به بعدش نفهمیم سه رو میفرستیم اونور بفرستونن؟ بفرستونیم. خب یه چیزی به توان دو شده سه. چی به توان دو میشه سه؟ رادیکال یا منفی رادیکال سه. منفی رادیکال سه هم به توان دو برسه میشه سه. خود رادیکال سه هم به توان دو برسه میشه سه. پس ایکس منهای چهار یا رادیکال سه یا منفی رادیکال سه. دیگه خوششو نفهمیدی؟ چهار هم فرستادیم اون بردیم چون ایکس رو تنها میکنم. ایکس منهای چهار شده رادیکال سه پس ایکس میشه چهار به علاوه رادیکال سه. ایکس منهای چهار شده منفی رادیکال سه پس ایکس میشه چهار منهای رادیکال سه. چهار به جای سه رادیکال سه نوشته. نه عزیز من بخون همون سطری که سه داره توش رو میشه بخون. توان دو رو از بین بردیم. ایکس منهای چهار به توان دو مساوی سه. خب کی به توان دو میشه سه؟ جواب من بده. چی به توان دو برسه برسه میشه سه؟ رادیکال سه یا منفی. پس اون چیزی که به توان دو رسیده شده سه رو میذاریم رادیکال سه یا منفی رادیکال سه. پس این کجا رفت؟ رادیکال رفت زیر رادیکال میگه ببین برای تو از دو طرف رادیکال میگیری. ایکس منهای چهار به توان دو میشه ایکس منهای چهار سه میره زیر رادیکال میشه رادیکال سه. کجا باید بره دیگه؟ سلام. دیگه چی بچه ها؟ میشه یکی دیگر بله. راجب این سوال سیزده بود برای که مربع بشه سیزده بود برای که مربع بشه سیزده بود برای که مربع بشه سیزده بود برای که مربع بشه. از مربع کامل این x منهای چهار به توان دو میشه اولی به توان دو منهای دو برابر اولی در دوم دو به علاوه دوم به توان دو قربون دیگه. پس دیگه تو چی می‌خواستی بگی؟ می‌خواستم بگم میشه وقتی دیگه خودمون فهمیدیم چه مربعی یعنی دومش هم به دست آوردیم فهمیدیم بعد به علاوه چی کنیم اون دو تا رو دیگه ننویسیم. الان دو خط آره 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 میشه آره آره بفهمیم چیه بعد بعد میشه کامل میشه حالا کامل میشه. به
به روش مربع کامل شما شروع کنید. در حالی به دوز ده چی میتونه باشه؟ شروع کنید. اینجا ما میگیم که این باید ضرب داره دو ضرب داره این اولی و دومی بشیم که میشه دو ضرب داره x ضرب داره چی بشه که بشه ده میشه پنج. حالا ما خودمون میدونیم این باید به توان دو برسه، این که دو ضرب داره x با اونه و این هم بازم باید به توان دو برسه. میگیم خب پنج به توان دو میشه 25. این شد 25. یعنی ما 25 رو لازم داریم. از 7 داریم، منفی 7 داریم. چقدر دیگه باید به اضافه 25 لازم داریم؟ 32. پس باید برنو بگه 32 تا کنیم که بخوانیم ولی چون بعد خونسا کنیم پس منفی 32 هم میذاریم. حالا اینجا رو حساب میکنه که میشه ایکس رو میذاریم اینجا. بله منتهایی اینه میشه اینجا به توانه چرا مهما؟ آه برش ببین در ایکس مثبته دیگه. بله در ایکس مثبته پس میشه مثبته. حالا منهای 32 رو هم منهای 32 رو هم میذاریم مالی مشکه بکنم. منهای 32 هم 32 هم کجا آمد؟ منفی 7 داریم مثبت 25 میخوایم. منفی 7 با مثبت 32 میشه مثبت 25. ولی مثبت 32 از اونجا اومد اونم که منهای 32. حالا ادامه بدیم. ریشه میخوایم پس مساوی 0 میذاریم. مساوی 0. بله پس حالا میتونیم این 32 رو بفرسیم. بله حالا میگیم چی به توان دو برسه بشه 32 نداریم که نداریم پس چرا میخوایم 32 رو چجوری میتونیم بگیم؟ همین به توان دو توان پنج. خب دو به توان پنج اوکی. رادیکالش رو چی بگیم؟ رادیکال چهار بیاد چهار رادیکال شیش از کجا میاد؟ رادیکال سیو دو میشه؟ چهار رادیکال سه هشتار تا سیو دو شونزه ضرب داره دو کی به توانه دو میشه شونزه ضرب داره دو؟ بگو ایکس به علاوه پنج مساوی با ایکس مساوی با رادیکال سیو دو که رادیکال سیو دو چی میشه؟ چهار تا رادیکال بابا یه دقیقه نموزیم بچه تمرکز کنه دیگه. چهار رادیکال دو یا منفی شما میشه آه یا منفی پس نه یا منفی جایی بدی اگه اونجوری میخوایی بذاری پشتش
برای من. ولی چون ایکس به علاوه پنج ایکس برنامیست دو تاش با من هم چون ایکس به علاوه پنج مساویم و برنامیست چون ایکس حالا از اینجا ایکس رو تنها میخوام پنج رو بفرستون دارم خب این که جزء عدد هر دو نیست موقعی که حقیقه نیست رادیکال یا نیست حقیقه همه یا عدد حقیقه موقعی که عدد این شکری رو بکنیم با همون مثلا این چه عدد به طبان دو چه سی بود پنجه نبر کاری داشته نه یه چیزی کل ایکس برده یه چیزی به طبان دو شده سی و دو پس اون چیزه که به توان دو شده سی و دو کلش یعنی ایکس به علاوه پنج یا رادیکال سی و دو یا منفی رادیکال سی و دو که رادیکال سی و دو میشه چهار رادیکال خانم نمیشه کار دیگه بکنیم مثلا هر وقت که توان دو رو میخواستیم از ببینیم رادیکال بگیریم همین کار رو میکنم فقط رادیکال سی و دو چیزیه که میتونیم ساده ترش کنیم دست به پیش یاد دیگه خب، بچه ها، لطفاً بیاییم سراغ کتاب صفحه این کتاب چشم صفحه 74 الفش رو فعلا حل کنیم اول الف رو حل کنیم، بعد ه رو الف، بعد ه رو حل کنیم همین دو تا فعلا 74 اون بالای صفحه کار در کلاس بله اونی که مثلا مساوی 24 داره ما میخوایم مربع کامل حل کنیم دیگه بکشین یه طرف مساوی 0 بذاریم بعد ببینید چی کم یا زیاد داره چهارم کنیم برابر صفر قرار میدیم بله بعد اینجا میگیم که اولی x بوده به علاوه شده یک بوده دیگه بله یکی به توانه
دو اینو باز کنیم میشه ایکس دو به علاوه دو ایکس دوم به توان دو میشه مثبت یک. برای این باید یه مثبت 25 قرار بدیم. چرا؟ منفی 24 با مثبت 25 میشه یک. یه دارم منهای 25 میشه کنیم میایم حالا دیگه من دوباره نمیرسمش اینو برنسم بزنه شارژر دارم خانوم دویس من خانوم چقدر شارژ میخوره؟ من 24 میخواد بشه یک من 24 چی میخواد کنم؟ 25 بدیم میشه یک دیگه من دیگه میشه یک بعد اینجا اینو میگم منهای 25 مساوی 0 25 میره اون سمت کی رو شوچ میکنه سر کلاس علکی؟ اتخال این حرکت تو مخه منه ایکس به علاوه یک 5 بوده پس ایکس میشه 5 5 یا هم مثبت 5 هم منفی 5 یه دور الان با مثبت به حل میشه کنم من کسیم میشه x میشه 4 به بار دوستان باره 4 x به علاوه 1 من 4 داره باید بشه 1 پس x میشه من کشیش تمشه میشه بچه کاملا درسته ولی خیلی لغه رو پیچونده بیاییم یه داره راحت ترش کنیم میخواییم یه مربع کامل تولید کنیم طرف چپ تصاویر رو نگاه کنیم x2 به علاوه 2x اگه بخواد مربع کامل شد چی کم داره؟ یک اگه به این ور یک اضافه کنم باید به این ورم یک اضافه کنم اشکالی که نداره تصاوی داریم به دو طرف یک اضافه میکنیم هیچ فرقی نمیکنه x2 به علاوه 2x به علاوه 1 میشه x به علاوه 1 به توان دو درسته؟ بیست و چهار و یک میشه؟ ایکس به علاوه یک به توان دو شده؟ بیست و پنج پس ایکس به علاوه یک یا پنجه یا منفی پنجه پس از اینجا ایکس میشه چهار از اینجا ایکس میشه منفی 6 همینا رو تو به دست اومدیم رسمن خودزنی کردم درست بود همین به دست اومده بود ولی خب وقتی میتونیم راحت تر حل کنیم گفته به روش مربع کامل حل کنیم یعنی بچه ها یه مربع کامل توش تولید کنیم دست نمیذارم به این 24 میذارم این بر بمونه x2 به علاوه x یک کم داره وقتی یک اضافه میکنم برای اینکه تغییری نکنه این برم یک اضافه میکنم من به اضافه کنم خوش برم اشکه رو میفهمی میخندیم نیسته میرو میگه من فهمیدم آقا مگه نمونده وقتی یه دونه یک اضافه کنی یه دونه یک کم ازش کم میکنی خب چرا اینجا دو تا یک اضافه کرد؟ چون اینجا ترازو من بلدم جواب بدم مرسی یه ترازو داریم این ترازو هایی که این ور سنگ میزن دیدی ها این قدیم دو کفه ای ها بله خب تو بیای یه دونه از این وزن کوچولو نیم کیلویی میذاری این ور یه نیم کیلویی هم میذاری این ور اتفاقی میفته بازم مساویه دیگه ما وقتی تساوی داریم به هر دو طرف تساوی میتونیم یه چیزی اضافه کنیم به هر دو طرف میتونیم از هر دو طرف میتونیم یه چیزی کم کنیم هر دو طرف رو میتونیم ضرب در یه مقدار کنیم تساوی برقراره اینجا آیا قبل از این که به اضافه یک کم بکنم تساوی میبینیم؟ همینو نوشتم مساوی با چیزیه؟ اگر مساوی با چیزی بود بله به اون برم اضافه یک کم میکردم این خودشه گفته ایگرگ مساویه این ایگرگه بعد خودشو نوشتم بعد اینو تولید کردم
بازم دست نزدم. این شده. منهای سم سر جاش. حالا که ریشه میخوام مساوی صفر گذاشتم. بعد از اینکه مساوی صفر گذاشتم چیزی اضافه یکم کردم. خانم ببخشید از کجا فهمیدید به اضافه یکم بشه؟ اولی توان دو دو برابر اولی در دومی شده دو ایکس. یعنی دو برابر ایکس ضرب در یه چیزی شده دو ایکس. خب یک بوده دیگه. تو چی داشتی؟ یعنی اگه تو اون سال قبلی که منفی هفته اگه مساوی بود اونم میتونستیم به علاوه دو بله. بله. بچه بیاین اینو به این روش حل کن. بیاین اینو به این روش حل کن. همین منفی هفته. x2 بله x رو میذارم منهای 7 و اگه مساوی با 0 نذاشته بودم بله 7 رو میفرستم اونور x2 بله 10x مساوی با 7 این چی میخواد تا مربع کامل شه اولی به توان 2x دو برابر اولی در دومی 10x یعنی 5 دیگه درسته چی میخوادیم 25 میخواد درسته بله پس این برم به علاوه یه 25 میکنم دو طرف تساوی رو 25 اضافه کردم x به علاوه 5 به توان 2 7 و 25 میشه 32 ما به همین رسیده بودیم دیگه x به علاوه 5 شد مثبت و منفی 4 رادیکال 2 همین بود دیگه x هم یه بار شد منفی 5 اضافه 4 رو میکنه و یه باش منفی 5 منهای 4 رو میکنه هیچ فرقی نمی کنه خب این بابا حالا این چه فرق حالا مثلا 25 رو به اضافه میکنه هیچ تأثیری اونجا نداره نمیفهمم مثلا x رو به اضافه 10 x به اضافه 25 هیچ تأثیری نمیدونه اگر x دو به علاوه 10 x 25 رو نداشته باشه میتونی مربع کامل بنویسی؟ مورد پ رو بغل دستی به من شد اسم چیه تو اونجا؟ شرم فریا شرم چیه؟ بکم بود شب نه؟ نه مورد نه بکم بود شب نه دقیقا هست n منهای 2 به توان 2 مساوی منفی
بچه آیا امکانش هست یه عددی به توان دو برسه و حاصل منفی بشه؟ جواب نداره؟ پس معادل جواب نداره یا معادل ریشه نداره. چی آیلی؟ چه منفیه این همون باید تصابی؟ دو طرف و منهای یک دو طرف و منهای یک دو طرف و منهای یک میتونست این کار رو نکنه؟ هیچ برم بایست کنه میتونست این کار رو نکنه؟ بیاد بگه یه بار منهای یک بار به اضافه این منهای یکش مساوی صفر درسته؟ این چون این یک هر فرستان این بار باز همین هیچ فرقی نمی کنه چون منفی جواب دارم بچه هم مقاومت نکنید اینقدر نه فقط یه چه نفهمیدم منظورم اینه که تو چه بیه اینجا رو به اضافه این منهای یک کنی چه هر دو طرف رو منهای یک کنی هیچ فرقی بچه کسی سوال نداره دیگه بله یعنی میتونی یک هر دو منهای نه دیگه نمیشه که علاقی یا منهای یک به اضافه یک یا هر دو طرف هر کدوم ها؟ برو اولی به توان دو که تی دو آه دو درست نمیشته بودی؟ دو زد آه ببین اولی به توان دو که تی دو دو برابر اولی در دوم اگه هم اینگر بود سه تی دوم به توان دو میشه نه چهارم درسته بچه ها؟ من اون آخریه رو ببا بزنم خوزی شادی میکنه خودم مخونه مخونه نبود موگیر کرد نه تر مخونه خب نقشه بچه نگاه کنی اون ستیه دو برابر تی در دومی بود دو برابر تی زنده
چی میشه سه تیر؟ برای سه دوم که با دوره بره. نه پس جمله دوم و سه دوم بوده تیه برنامه سه دوم به توان دو میشه تی دو سه تی نه چهارم. نه چهارم میخواییم هیچی به دو طرف تساوی نه چهارم اضافه میکنیم. چیه زهرم؟ برنامه نه چهارم به هر دو طرف تساوی نه چهارم اون ترازوی هست دو کفه یه به هر دو طرف یه ترازوی نه چهارمی اضافه کرده بازم مساوی میمونه. خب طرف چپت که میدونیم دیگه تیه برنامه سه دو بوم به توان دو طرف راستم سه ای به علاوه این نه چهارم سه چهار دو دوازده هم نه میشه بیست و یک چهارم. خب یه چیزی به توان دو شده بیست و یک چهارم پس یا حالا اگه نمیخواستم جواب بدهی همه داشتی از این برنامه یه چیزی میده یه چیزی به توان دو شده بیست و یک چهارم پس اون چیزی که داخلشه چیه؟ یا مثبتش؟ یا پس کل تی برنامه سه سه دو با یا چهار بفرست بیرون از رادی پای دو اگه نمیشه دو بیست و یک منفیشم پاید تیه برده بیست دو نه میشه منفی را بیمار بیست و یک دو خب بفرس اون باید آردن را سر چی لازم داریم تی دو برای سه تی برای نه چهارم شد بعد آمدیم میبینیم نه چهارم میخواییم بگه و اینجا به دو طرف تساوی نه چهارم رو اضافه میکنیم این به دست میاد بعد میبینیم چه عددی به توان دو شده بیست و یک چهارم رادیکال میگیریم ازش چون جز نداره بعد میبینیم که میشه بچه سوال داریم همه کامل فهمیدیم بله خداش جان اون تیکه آخر که زده تی برامه سه دوم از اون چه دوم تی برامه سه دومه یه دونه منفی رادیکال میداشون یه دونه مثبت میداشون یه منفی و اینجا منفی بیست و یک دومه بعد میریم تی رو به دست میاریم این منفی میشه میره اون تی رو میخواییم تمام منفی بیست و یک دوم منهای سه دوم ببین تی به علاوه سه دوم خواهیم تی به علاوه سه دوم به توان دو شده بیست و یک چهارم پس تی به علاوه سه دوم یا رادیکال بیست و یک چهارمه یا منفی رادیکال بیست و یک چهارم که چهاره رو فرستادیم بیرون شد رادیکال بیست و یک دوم دیگه مرسی پریا متشکرم خب چی می‌خواستی بگی فاطمه ها بچه ها لطفا مورد ته رو نه ته رو حل کرده آخری رو ته ته رو حل
بندش. حالا مثلا جمع مشترک هر یکشون یه طرف جمع مشترک بسازیم، مزدوج باشه، بازش کنیم اگه لازمه فاکتور بگیریم. این میشه روش تجزیه. سوال دو گفتی ریمانده شیش دارم توضیح میدم هر کدوم از روش هایی که امروز گفتیم کدومه. تمرین دو گفته ریشه دوم گرفتن. ریشه دوم گرفتن یعنی اونی که توان دو داره یه طرف باشه، اون یکی یه طرف دیگه. مثلا مورد یکش که گفته n دوم n های دو مساوی 26، دو رو میفرستیم پیش 26، n دو میشه 28. حالا رادیکال میگیریم، یعنی ریشه دوم میگیریم، پس n میشه رادیکال 28 و منفی رادیکال 28. ریشه دوم گرفتن حواستون به مثبت و منفی باشه. شماره 3 گفته مربع کامل که یاد گرفتیم. سوال 4 گفته فرمول کلی یعنی دلتا بگیرید. سوال 5 گفته روش دلتا. ببینید چی راحت تره براتون برای هر کدومش. مثلا مورد 1 بیاییم ریشه دوم بگیریم راحت تره. 2x2 شده 250، x2 میشه 125، بعد یه رادیکال بگیریم به دو طرف ریشه دوم. یا مثلا مورد دو تابلو جمله مشترک، نه اصلا چیز مربع دو جمله است. هر روشی که راحت تر اومد به نظر بقیهش هم که هیچ دیگه را بگیری هر کنم. مثلا از چه صفحات در کل شد؟ صفحه 76 و 70 هم کامل داخل دفتر تو کتاب جا نمیشه. من رو سرم برم آمانیم بله مشکل ندیشون برم آمانیم منظورم اینه که تو کتاب جا نمیشه. حالا بعد های